کردن و در یک دادگاه شاید 5 دقیقه اینو محکوم کردن و برش اعدام کردن. فقط دلم میخواست اینجا احساس کنم که نماینده اون 15 نفری هستن که اون شب با شوهر من اعدام شدن و از جمله پسر 14 ساله به نام امیر بائزی که موقع اعدام مامانش صدا میکرد. رفتم اونجا دادگاه، چه دادگاهی؟ یه آخوندی نشسته بود، یه بعد پسر بچه 4-5 ساله روزانوش بود. به محض اینکه من بردن اونجا به شرافتم قسم این که میگم این واقعیته. همون پسر بچه گفت بابا بابا، گفت چیه جون با جونم، گفت بابا اینم اعدام کن، اینم اعدام، گفت باشه بابا اینم اعدام میکنم. طرف پایین پای من با تناب هستم، طرف بالا هم یه دونه پتوی سربازی چهارراه انداختن به صورت من. یه نفر رو سینه من نشسته بود، یه نفر رو روی پام و یه نفر هم به صورت با کاپ چپ پا رو من زیده. تحلیل پیدا کردم اول به 8 سال، بعد دوباره در سال 67 حمله این حکمه رو تغییر دادن که مثلا گفتم معروف رو به عفو آیدان منتظری و حکم من از 8 سال دوباره افزایش پیدا کرد به 15 سال. من به تخت بستن، پتو انداختن رو دهنم و شروع کردن شلاق زدن. شما میخواستید بکشید، چرا دار زدید؟ چرا از سقف‌های کوتاه اینها رو با یک طناب به دار کشید که بعضی هاشون تا 15 دقیقه بالا جان بکنن؟ 8 سال و 2 ماهی که زندان بودم، نزدیک 3 سالشو انفرادی بودم. اعدام برادرم در سال 60، درست 22 روز بعد یک بار دیگه هم تو زندان سمندج توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شدم. دایی دیگر هم در سال 62 توسط جمهوری اسلامی کشته شد. من خودم 2 سال زندان بودم، همسرم با وجودی که خانده بود زندان بود، شکنجه‌های زیادی کشیدیم و بچه اولمون تو زندان به دنیا آمد. تا اول بهار 61 بعد از دامادم شوهرم دستگیر کردن، بعد از شوهرم دخترم دستگیر کردن، بعد از اینا دیگه مثلا اردیبه شده بود که من دستگیر کردن. کبرا رو از زندان دستگیر به بازداشتگاه منتقل کرده بودم و علت اینکه چرا این اتفاق افتاده باز به ما پاسخی ندادن. بعد از پایان ملاقات حدود 10 الی 15 دقیقه مادرم به منزل برمیگرده. فردا صبح از پزشک قانونی به ما زنگ زدم که میتونین جسد رو تحمیل بگیریم. بعد از شب آمدن من رو بردم به زیر زمین روی تخت تعزیر خوابوندم. پاهای من رو بردم بالا، دستای من رو بستم و یک پارچه کثیف بربود توی دهن من چپوندم و 2 تا بازجوی مرد من رو با کابل میزدم. موقعی دستگیریش 18 سالش بود. 6 ماه توی زندان یلش داشتم به خاطر اینکه مقاومت کرد و همکاری نکرد داری زدن. وارد شدیم قسمت بالا، دیدیم که پلاستیکای سیارنگی از زیر خاک زده بیرون، کلاغ‌های زیادی روی زمینه. تیکای لباس از زیر خاک زده بیرون. ما گیج و مرگ بودیم. یعنی چی؟ یعنی اینا بچه‌های ما هست؟ اینا کس عزیزای ما هم که اینجوری انداختنش بود تو این کانالا؟ یعنی امکان داره که یه همچین بلایی سر این بچه ها برده باشن؟ مادرم دست کشید یک تیکه شلوار کرم رنگ از زیر زمین کشید بیرون، گفت فاطمه بیا کمکم کن، من تو پیدا کردم. گفتم من کشیدمش، فکرم راست میگه، کشیدمش بیرون، دیدم جدا شد، از هم دیگه جدا شد، دیگه دیگه شد. گفتم نه نکنیم این کار، نکنیم. زمین تمام تیکه به تیکه رو هم انداخته بودم. من در زندان به دنیا آمدم. مادرم رو برای چند ساعت به بیمارستان بردم و دوباره به زندان برگردوندم.
این وصیت‌نامه مادرمه و من فقط یه جمله‌شو بگم، نوشته متاسفانه زودتر از مدرسه رفتنت از دیدنت محروم شدم. زمانی که خبر اعدام مادر منو به ما دادن من یه هفته بود که مدرسه می‌رفتم. هیچ وقت هم اینا ببینید، هیچ وقت چون ببینید هیچ وقت وقتی من در تابستانش از طرف فکر میکنم میگم که چی درست بوده، انتخاب من درست بوده یا نبوده، تا آخر عمرم بلد نمی کنی این سال برایش پاسخی نداری. بعد از اینکه برادرم بیژن بازرگان رو در کشتار دست جمعی سالش از تابستان سیاه سال 67 به دار کشیدن، شروع کردیم سری خاطراتی که از اون داشته بود جمع کردیم. یکی از بچه‌هایی که برادر اون هم با بیژن اعدام شده بود دانشجوی معماری بود، یه همچین کتابچه‌ای برای برادر خودش درست کرده بود. ما از اون خواهش کردیم و اون این رو هم برای ما انجام داد. چند تا از نامه‌های زندانشه و عکسایی که ما باهاش از بچگی داشتیم و شعرهایی که برای مجالس ختمش این شعرها رو روی پوسترها نوشته بودیم و به دیوارها آویزون کرده بودیم رو توی این دفترچه به عنوان یادگاری جمع کردیم و 24 ساله که با خودمون همراه بودیم. چهار سال از این فاجعه میگذره و واقعا هیچ مرهمی بر دردهای ما نبوده گذشته این سالها. اونا فکر میکنه که هر روز که بگذره آسان‌تر میشه، ولی به نظر من حتی داره سخت‌تر میشه. نمیدونم دلیلش اینه که هیچ وقت یک جوابی از کسی نگرفتیم، هیچ وقت نفهمیدیم که چرا این جنایت در حق این بچه‌ها اتفاق افتاد، یا چون جسدش رو به ما ندادن ما نتونستیم این با خودمون به یه صلحی برسیم، به یه آرامشی برسیم و بپذیریم این اتفاقی رو که افتاده. ولی متاسفانه هیچ وقت این آرامش در ما به وجود نیومده و من الان در اینجا که بقیه مادرها، خواهرها، برادرها و کسان دیگری که عزیزانشون رو از دست دارم میبینم، اینا که همه ما مثل همین، واقعا مثل ما رو پر کردیم. من مریضا و غیره و غیره من ول نمی کنه این سوال. بس همیشه می مونه تا آخر اون می تعمل و تعلقات روحی همش می مونه تا آخر اون می مونه.